درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 13 ماه می میپرسیم با پایان ثبت نام کاندیداها در مورد انتخابات چه تصمیمی گرفتید؟ ثبت نام کاندیداهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری با ثبت نام 686 نامزد انتخاباتی به پایان رسید. ثبت نامی که ساعت‌های پایانی آخرین روز اون در شنبه چندان قابل پیش بینی نبود. طبق قانون شورای نگهبان ظرف 5 روز صلاحیت‌ها رو بررسی می‌کنه و اگر بازنیازی باشین زمان 5 روز دیگر افزایش خواهد یافت. روند ریزش چهره‌های ثبت نام کننده پیش از اون که شورای نگهبان نظر خود رو بدهد و احتمالاً شاید برای اعمال فشار برای شورای نگهبان با انصراف برخی از کاندیداها از جمله علی اکبر جوانفکر و محمد رضا رحیمی به نفع اسفندیار رحیم مشایی، محمد شریعت مداری بنا به بعضی گزارش‌ها به نفع اکبر هاشمی رفسنجانی و احتمالاً بعضی اصولگرایان به نفع سعید جلیلی آغاز شده است. از شما پرسیدیم با پایان ثبت نام کاندیداها در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو چه تصمیمی گرفتید؟ اگر که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه تحریم انتخابات رو انتخاب کردن، گزینه‌های دیگر این هست که رأی می‌دهم، رأی سفید می‌دهم و تحریم فعال انتخابات. اکثریت اعتقاد دارن که در این شرایط انتخابات رو باید تحریم کرد. اکثریت بخش عمده ای از اون افرادی هم که رای دادن، گروهی هم هستن که همطور که میبینید به نسبت شاید 1-3 به این رای دادن که شرکت خواهند کرد در انتخابات. اما محمود احمدی نژاد در هنگام ثبت نام گفت من مشایی رو 28 سال است میشناسم، او فردی مؤمن، پاک و کارآمد است. احمدی نژاد که گویا برای همراهی اسفندیار رحیم مشایی هنگام ثبت نام در وزارت کشور مرخصی گرفته بود گفت انتخابات آزاد است و تمام سلایق باید بیایند و برنامه‌هایشان را مطرح کنند. مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی. مشایی نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدید چه واکنشی نشان می‌دهید گفت همه دستگاه‌ها، افراد و سازمان‌ها باید بر اساس قانون عمل کنند. وی در خصوص حضور همزمانش با هاشمی در ستاد انتخابات اظهار داشت رهبری فرمودن از همه جریان‌های سیاسی در انتخابات حضور داشته باشند. طبعا من هم از حضور هاشمی استقبال می‌کنم. اکبر هاشمی رفسنجانی در نخستین اقدام انتخاباتی خود در بیانیه درباره انتخابات ریاست جمهوری میگوید برای این جانب اعتلای ایران اسلامی و تقویت مکتب اهل بیت بسیار مهمتر از آن است که برای انجام وظیفه و تکلیف خیش به تعریف و تمجید اختلاف برانگیز دشمنان دانا و تهدید بداخلاقی و تخریب دوستان نادان توجه نمایم. پس از ثبت نام هاشمی شورای مشورتی اصلاح طلبان با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران جلسه تشکیل داد. به گزارش سایت رسمی محمد خاتمی این شورا ورود هاشمی به انتخابات را فرصتی ملی و فراجناهی توصیف کرده است. علی اکبر ولایتی از ثبت نام کنندگان انتخابات شنبه شب با بیان اینکه هاشمی در سال 88 موضعی که باید در برابر فتنه میگرفت نگرفت تصریح کرد وی در آن شرایط رهبری را تنها گذاشت و همراهی نکرد. ساعتی پس از پایان ثبت نام 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اظهارات اخیر هاشمی مبنی بر اینکه ما با اسرائیل سر جنگ نداریم بیانیه منتشر کردند. تقریبا همین تعداد نماینده گروه دیگری در مجلس با اشاره به سوء استفاده احمدی نژاد از مقام خود در معرفی کاندیدای مورد نظرش خواستار بررسی طرح عدم کفایت رئیس جمهور شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید اعضای شورای نظارت بر انتخابات به اتفاق آرا اقدام دیروز رئیس جمهور در همراهی یک کاندیدا برای ثبت نام را مصداق تخلف انتخاباتی دانستند. احمدی نژاد یک شنبه پس از جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون چند بار به مرخصی رفته اید گفت یک بار که دیروز بود. احمدی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حرف و حدیث درباره حضور دیروز جناب عالی در وزارت کشور به همراه مشایی زیاد است با خنده گفت به هر حال ما کشور حرف و حدیث هستیم. امروز
دفتر ریاست جمهوری در بیانیه ادعاها درباره غیرقانونی بودن اقدام احمدی نژاد را رد کرد. اما نگاهی بیندازیم به بعضی از چهره‌های شاخص اون 686 ثبت نام کننده برای انتخابات ریاست جمهوری. آغاز ثبت نام از نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. صادق واعظ‌زاده، پسرخاله آیت الله خامنه‌ای، پیش از دیگر داوطلبان شناخته شده، برای ثبت نام به وزارت کشور رفت. کامران باقری لنکرانی، وزیر سابق بهداشت دولت محمود احمدی نژاد، نیز ثبت نام کرد. حسن روحانی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را ثبت کرد. حسن روحانی در میان خبرنگاران: بعضی از هواداران رنگ بنفش را انتخاب کردند، اما این رنگ هنوز نهایی نشده است. مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری، برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. کواکبیان: شعار من شعار زنده باد اصلاح طلب است. دولتم دولت اخلاق و رنگ ما رنگ سبز است. قاسم شعله سعدی، نماینده سابق مجلس و از منتقدان دولت، کاندیداتوری خود را در وزارت کشور ثبت کرد. علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات و متهم پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان در آرژانتین، برای ثبت نام به اتفاق تیم همراهش به وزارت کشور رفت. محمد قرضی، وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت هاشمی رفسنجانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد. غلامعلی حداد عادل از ائتلاف 1+2 برای ثبت نام در انتخابات به وزارت کشور رفت. اکبر علمی، نماینده اصلاح طلب تبریز: شعار من احیای منشور نوف لوشاتو است. محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی: اگر قشر خاموش بیاید اصلاح طلبان پیروز می شود. علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس، نامزدی خود را ثبت کرد. همچنین سعید جلیلی، علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و از فرماندهان پیشین سپاه، ثبت نام کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دقایق پایانی مهلت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری 92 در وزارت کشور حضور یافت و ثبت نام کرد. خب، مهمان های امشب افق آقای بابک داد هستن، روزنامه‌نگار از پاریس به ما میپیوندن. آقای عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرخ هلند، از آمستردام با ما خواهند بود و آقای مهدی فتاپور، مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران، که از کلن با ما هستند. یکی دو تا از این ارتباط های ماهواره ما دچار مشکل هست، امیدواریم که بتونیم زودتر رو حل بکنیم. آقای داد، درود میگیم به شما. ورود آقای هاشمی به نظر شما چه تأثیری بر آرایش کاندیداها میگذاره؟ صحبت بسیاری بود که اصولگرایان تغییر آرایش خواهند داد، واقعا همینطور هست؟ شما برداشتون چه هست؟ سلام بر شما. نمیدونم، تصویر من رو ندارید؟ نه، متاسفانه تصویرتون نداریم. تا مشکل در واقع هماهنگی این تصویر و صدای شما حل بشه، صدای شما رو بینندگان و شنوندگان میشنن. پس لطف کنید هر وقت تصویر من اومد به من خبر بدید، به خاطر اینکه راجب تصویر صحبت دارم. حتما. سلام میکنم به شما و بینندگان و مهمانان برنامه. درباره آقای هاشمی، من ترجیح میدم راجع به شخص آقای هاشمی صحبتی نکنم، به دلیل اینکه در حال حاضر صحبت‌ها و هجوم‌ها، مدافع‌ها، دفاع‌ها، ببخشید، همه چیز با هم دیگه شروع شده و بهتره که ما دامن نزنیم تا انتخابات از این مرحله بگذره. اصلا ببینیم که آیا آقای هاشمی که استوانه نظام جمهوری
جمهوری اسلامی هست اساساً تایید صلاحیت میشه یا نه. یعنی شما تردید دارید که ایشون تایید صلاحیت بشه؟ من فکر میکنم که انتخابات این دوره یعنی از امروز تا یک ماه آینده اونقدر چیزهای عجیب و غریبی خواهیم دید که حضور احمدی نژاد در کنار مشائی در روز ثبت نام که برای اولین بار اتفاق می افتاد پیش اینها هیچ خواهد بود. بنابراین منتظر شگفتی های زیادی باید بود. یکیش این است که ممکن است بله هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت بشه. هر وقت تصویر داشتید بگید لطفاً. بفرمایید. در مورد سوال شما بله آقای هاشمی متاسفانه آرایش جناح‌ها رو به یه دلیلی میگم متاسفانه به هم زد. آرایش نامزدها رو به هم زد. تا قبل از این میشد به راحتی و با راحتی بیشتری منتظر یک جنگ درونی میون این ویروسی بود که به اصطلاح هیئت حاکمه رو تشکیل میده که بخشش مشائی و دولتی ها بودن بخشش حکومتی ها. ورود آقای هاشمی رفسنجانی نه به قصد دفاع از مردم بود، چون تا روز آخر و ساعت آخر هزاران حالا گروه و مردم و غیره و غیره به ایشون گفتن بیا و ایشون منتظر اشاره رهبر موند تا وارد گود بشه. بنابراین برای دفاع و حفظ نظام آمد و به نظرم به این نتیجه نخواهد رسید آقای هاشمی و در واقع داستان رو من فکر میکنم که در جای دیگری طراحی کردن که به اونجا خواهم پرداخت که اساسا ما الان از اون غافلیم. یعنی هاشمی در واقع تمرکز ما رو هم به هم زد، تمرکز شما رو، تمرکز مردم رو، تمرکز جناح‌ها رو. و این عدم تعادلی که اتفاق افتاده ممکن است انشاءالله خیر باشه برای مردم، یعنی تبدیل بشه که مردم به اصطلاح نگاهشون به واقعیت جمهوری اسلامی واقعی تر بشه، چون من مطمئنم درباره آقای هاشمی خوابهای بدی دیدند حکومتی ها. بله. و تا یه حدودی هم تعادل رو در میان جناح‌ها به هم زد به خاطر اینکه اونها رو به اتحادی رسوند که نیازمندش بودند و بدون آقای هاشمی و جان آقای داد برمیگردیم به شما. امیدواریم که بتونیم ارتباط تصویرون هم برقرار بشه که تصویر شما رو هم بینندگان ببینن. ولی به آمستردام بریم. آقای عمار ملکی با ما هستن. آقای ملکی شنیدید صحبت‌های آقای داد رو؟ هم گفتن آقای هاشمی نه به قصد دفاع از مردم آمدن، به قصد دفاع و حفظ نظام، و گفتن خوابهای بدی رو حاکمیت برای آقای هاشمی دیدن. شما چطور می‌بینید؟ چرا آقای هاشمی اگر چنین هست، چنین تصویری داره با این همه تجربه، چرا پا می‌گذاره به صحنه انتخابات؟ رهبر جمهوری اسلامی چطور چنین اجازه‌ای رو بهشون داد؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان محترمتون و بیننده‌های عزیز برنامه افق. اینکه آیه داد فرمودن که در هر صورت این ورود آقای هاشمی برنامه ها و پیشبینی های خیلی از تحلیلگران سیاسی رو چه در داخل کشور خارج کشور به هم ریخت امر درستیه. اما اینکه آیه هاشمی با چه انگیزه ای وارد شده، آیا با به اصطلاح چراغ سبز رهبری وارد انتخابات شده، یا اینکه یک به نوعی حرکتی در برابر شاید فشارها و هجمه هایی که بر ضد ایشون بوده وارد شده، واقعا معمایی است. چون روایت هایی که این چند روز در مورد نحوه حضور آقای هاشمی و تصمیم گیری لحظه آخر ایشون بود هم روایت های متفاوتی بوده. بعضی گفتند که در اصل در تماسی که با بیت رهبری داشتنشون یک نشانه مثبتی دیدن، و بعضی گفتن که اتفاقا چون هیچ جوابی به ایشون تا لحظه آخر ندادن و بارها تماس گرفتن و هیچ نتیجه نگرفتن، ایشون به ناگاه تصمیم گرفته که ثبت نام کنه. یعنی میفهمید ایشون انتحاری عمل کردن؟ نمیشه فهمید. اما من دو تا روایتی بودش که این چند روز در شبکه‌های به اصطلاح خبری دیده می‌شد. اما نکتهش این هستش که در هر صورت می‌دونیم که آقای هاشمی با توجه به حجم انتقادهایی که در ماه‌ها و حالا تا سال گذشته بر ضد ایشون بوده و مواضعی که خود ایشون در این مدت داشتن و به نوعی سعی کردن با طرح این مسئله که اگر رهبری مخالف باشه من نمیام، به نظر میاد که در اصل یک جور بازی برد برد برای هر دوشون شد. چون
ایران با این ورود ایشون، یعنی که خب رهبری مخالفتی نداشته، و از طرف دیگه هم میشه گفتش که با ورود ایشون در لحظه آخر، در حالی که انتظارش رو شاید جناح راست و به اصطلاح بخش اقتدارگرای حاکمیت نداشته، شاید به نوعی بازی اونها رو به هم ریخته. از این منظر شاید این که چه واقعیتش چی هستش رو باید در مدتی که در هفته های آینده دید که مواضع آقای هاشمی چگونه خواهد بود، چه به اصطلاح سخنانی خواهند گفت، چه برنامه‌ای رو اعلام میکرد تا بشه در مورد این بهتر داوری کرد. آقای ملکی، وقتی میگید بازی اصولگرایان روشون به هم می‌ریزه، خود شما تو این مقاله که اخیراً منتشر شده، رمزگشایی توزیع آراده انتخابات ریاست جمهوری، از یه تقسیم بلوک آرا صحبت میکنید. اگر این اونچه که در این مقاله اشاره کردین که برشگه بخش مشخصی معمولا در چند انتخابات گذشته به اصولگرایان، محافظه‌کارها و اصلاح طلبها رأی دادن، آقای هاشمی بر اساس اون واقعیت‌ها قاطعا نباید بتونه تغییر چندانی در اون بلوک‌ها ایجاد بکنه. ببینید چرا فرق داره. ببینید آقای هاشمی در سال 72 رأیی که میاره در از که پایین‌ترین میزان مشارکت هم هستش، و شاید من اونجا هم اون رو مبنای مشارکت کسانی رو گرفتم که در هر صورت با اعتقاد به نظام شرکت میکنند، یک رأیی داره که هم از جناح چپ و هم از جناح راست توش هستش. اما آقای هاشمی که الان وارد میشه و سال 84 حتی وارد شد، آقای هاشمی بودش که سبد رأی اصلیش طیفی هستش که راست مدرنه، که نزدیک به اصلاح طلبان هستش، مثل کارگزار و خود اصلاح طلبان. الان طبق اون بررسی آماری که من انجام دادم، یک چیزی بین 27% من تخمین زدم که رأی ثابت جناح اصلاح طلب هست، یک چیزی حدود 23% رأی جناح محافظه‌کار هستش، و البته دو تا طیف دیگه هم داریم که تحریمی های سیاسی هستند و قسمتی که به نوعی تحریمی های اقتصادی، من اسمشون رو گذاشتم که بیشتر انگیزه اقتصادی دارن برای مشارکت. آقای هاشمی اگر وارد این انتخابات شد، بخشی از رأی اصلاح طلبان رو راحت خواهد داشت، با توجه به فضایی هم که این چند روز دیدیم داره ایجاد میشه، و خب این البته درصد برای پیروزی کافی نیست، یعنی 27% فرزن آرا که یک چیزی حدود 13-14 میلیون میشه، نمیتونه یک انتخابات ریشون رو در دور اول پیروز کنه. از طرف دیگه شاید بشه گفتش که یک قسمتی از محافظه‌کاران سنتی، بخشی که به نوعی در گذشته به آقای هاشمی ارادتی داشتن و شاید هنوز هم مثل نیروهای مثل مؤتلف و اینها، ممکنه رأیشون رو به سمت ایشون بریزن اگر حتی علنا اعلام نکنن. اما چیزی که مهم هست و تعیین کننده هستش اینه که اون آرای خاموش که در اصل بخشی از تحریمی های سیاسی هستش، بخشی از تحریمی های اقتصادی هستش، چجوری عمل میکنن، رأی به کدوم گروه و کدوم جناح خواهند داد، و اون تعیین کننده هستش. از این منظر فکر میکنم که در اصل آقای هاشمی ورودش باعث شدش که اون کاندیداهای فرعی اصلاح طلب که نمیتونستن شاید قسمت اصلی از کل آرا رو جمع بکنن، آقای هاشمی میتونه راحت این آرا رو به دست بیاره، اگرچه برای پیروزی کافی شاید نباشه. آقای ملکی خیلی کوتاه بفرمایید که صحبت از این شد که رد صلاحیت 203 تن از اعضای کاندیداهای در واقع ثبت نام کننده برای شورای شهر، از جمله فرزند آقای هاشمی، محسن هاشمی، جزء افرادی است که صلاحیتش رد شده. آقای دادم این گزینه رو باز گذاشتن، گفتن احتمال این داره که حتی هاشمی هم رد صلاحیت بشه. شما چطور میبینید وضعیت؟ من واقعیتش اینه که اصلا تصور رو میتونم بکنم که آقای هاشمی تایید صلاحیت نشن، به خاطر اینکه این به نوعی یک جور زیر سوال بردن مشروعیت خود جمهوری اسلامیه. ایشون یک مقامی دارن در جمهوری اسلامی که در اصل رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش. اگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت ندارد، پس دیگه این اساساً یک جور تناقض بنیادین خواهد بود، و فکر نمی کنم که به نوعی شورای نگهبان حتی این کار رو بکنه که بخواد حتی دوباره مثلا با رأی فرزن حکم حکومتی ایشون برگرده. من فکر می کنم تایید صلاحیت ایشون تقریبا بدیهی است. اگر اتفاقی غیر از این بیفته، همون تصویری که آقای داد گفتن که به نظر میاد اصلا تحولات غیر معمولی در پیش رو خواهد بود رو میشه انتظار داشت، ولی من گمانم این نیست که ایشون به هیچ عنوان اصلا بحث تایید رد صلاحیتشون مطرح بشه. آقای داد، اگر که بپذیریم اینو که بهشون تایید صلاحیت خواهند شد و مشکل با مشروعیت خود نظام خواهد بود، اونطور که آقای ملکی گفتن، نمایندگان چطور بلافاصله 24 ساعت بعد، البته توضیح بدم که تصویر شما رو الان بینندگان میبینن با این لباس قرمز رنگتون، برشک این نمایندگان مجلس چطور به فاصله چند ساعت بعد اون نامه رو تنظیم میکنن و به اصطلاح خیز برمی‌دارن علیه آقای هاشمی، کیهان، آقای حسین شریف‌مدرون مقاله خیلی تند رو می‌نویسه، چه می‌گذره به نظر شما؟ دقیقاً همینه. ببینید آقای هاشمی هنوز پا نذاشته به میدان
هجمه ها بر علیه ایشون شروع شده. راجع به لباس قرمز من اول برنامه می‌خواستم توضیح بدم و گفتم با تصویر توضیح خواهم داد. به احترام، میدونید من استقلالیم، به احترام آقای کریمی و آقای مهدوی کیا، قرمز پوشان خوب کشورمون که اخیراً از فوتبال کنارگیری کردن، من امروز قرمز پوشیدم. تا به شما یک نکته دیگر هم بگم، هزینه دادگان انتخابات قبل، همین دو نفر و نکونام و شجاعی و غیره، که در بازی مقدماتی جام جهانی مچبند سبز بسته بودند، توی این چهار سال اونها هم هزینه هاشون رو دادن و این دو نفر رو شما دیدید که با چه مظلومیتی بعد از حدود 20 سال بازی در فوتبال ایران و شگفتی در فوتبال ایران مظلومانه از فوتبال رفتن و هیچ کدوم از این سرداران به اصطلاح صاحب باشگاه این دو نفر رو در واقع مشایعت درست و بدرقه درست نکردن. پس این قرمز پوشیدنتون ربطی به این نداره که من خودم پرسپولیسی هستم. من نه خیر، همه میدونن که استقلالی هستم و در به استقلال هم پیشنهاد دادم با اینکه امیدوار نیستم انجامش بدن، که در جشن قهرمانیشون از مهدوی کیا و علی کریمی به خاطر مردانگی که دارند و به خاطر بودنشون در کنار مردم تجلیل و تقدیر بکنن و امیدوارم استقلالی ها این کار رو انجام بدن تا ما همچنان استقلالی بمونیم. امیدوارم، حالا یه نکته دیگه هم در کنارش بگم، رنگ سبز رو در انتخابات قبل از مردم گرفتن به خاطر اینکه موسوی رنگ سبز داشت. امیدوارم انتخابات فعلی رنگ‌هایی نباشه که دوباره اینها فتنه بشه و بعد مردم در انتخاب رنگ‌ها دچار محدودیت بیشتری بشن. مثلا بنفش رو بگن به خاطر اینکه این برداشت دیگه نپوشید و و و کمایی که الان می‌بینیم بعضیا رو به خاطر رنگ لباسشون که سبز هست در تهران گاه گداری میشنیدیم که اوائل مورد بازخواست قرار میدادن تو خیابونها. یه نکته آقای دهقانپور، من بگم فرض اولی هم اینه که من تو ایران دارم زندگی میکنم، فرضم این نیست که دارم تو فرانسه زندگی میکنم، پس حرفایی که من دارم میزنم با این فرض هست. فرض دوم هم این هست که بچه های خود من هم قرار هست که توی این انتخابات رأی بدن، چون هر دو به سن رأی دادن رسیدن. فرض سوم من این است که سخنگو یا کارشناس و یا حقوق بگیر صدای آمریکا نیستم، که نیستم. شما شهادت میدید که نیستم؟ بله، شما از صدای آمریکا سنتی نمیگیرید برای شرکت در برنامه. بنابراین به عنوان یک کارشناس، یک تحلیلگر کاملا مستقل، کاملا بی‌طرف و به عنوان کسی که جوان داره و این جوانش حتما اگر در ایران بود شور انتخاباتی به هر حال راجب انتخابات سوال میکرد، من فرض و روی سخنم با خانواده ها و با جوان هاست و برای همین هر گونه فحش و بد و بیراهی رو از این ور اون ور میخورم به خاطر این که حرفایی رو که الان میخوام بزنم راجب تحریم بزنم و اونهایی رو که دل به هاشمی بستند رو، با اینکه بعضی مثبتات رو برای آقای هاشمی میبینم برای حضورش، اما بهشون بگم چرا نه و چرا آقای هاشمی ما رو به اون جایی که فکر میکنیم نخواهد رسوند و این انتخابات پیشاپیش محکوم به یک تقلب دیگر هست و ما هر گونه حضورمون در این انتخابات رأی است که به این به اصطلاح پولی سکه است که میندازیم تو این ماشین، تو این دستگاه، و این دستگاه کار نخواهد کرد. اگه خواستید از آقای هاشمی شروع بکنیم، من مثبتات و منفیات آقای هاشمی رو بشمارم، حضورشو، و اگر خواستید راجع به به اصطلاح اینکه چرا هاشمی و مشایی همزمان اومدن، راجب اون هم من نکته ای دارم بگم. همه چیز با شماست. شما ابتدای نکته رو، دو تا مطلب رو حتما بهش میپردازیم، ولی ابتدای این رو بگید که اگر این بحث مطرح هست که آقای ملکی دو سناریو رو صحبت کردن، که آقای هاشمی صبر میکنه تا عصر روز شنبه، بعد بهش میگن که چرا زنگ نمیزنی به آقای خامنه‌ای تکلیف رو روشن بکنیشون، زنگ میزنه، بعد میگه که بسم الله بریم و شروع میکنه به حرکت برای ثبت نام. و یک روایت دیگه هم هست که ایشون جوابی نگرفته، آقای ملکی گفتن که با این توصیف شما فکر میکنید بین این دو چیزی میگذره، یعنی وضع مملکت و اگر آقای خامنه‌ای تصور کرد، این سناریو رو مطرح کردن، یعنی گفتن که آقای خامنه‌ای به این باور رسیده که وضع بسیار خراب هست، از دوست قدیمی خودش خواسته که شاید پا پیش بگذاره بتونه که بخشی از این مشکلات رو حل بکنه. شما کدوم سناریو قابل باور هست؟ اصلا این سناریوی آخری رو قبول ندارم که خامنه‌ای و هاشمی در این موضوع دارن همدستی میکنن. دلایلم دارم براش. ببینید، آقای هاشمی اگر میخواست به خواست مردم بیاد، تمام روزهای انتخاب و ثبت نام وقت داشت که به خواسته ها جواب بده و بره ثبت نام کنه.
دائم منتظر نشست تا از بیت خبر برسه. به نظر من اگر حرف همسرش رو که شاید 50 چند سال اینا با هم زندگی کردن گوش میداد، آدم موفق‌تر و عاقبت به خیرتری می بود. همسر ایشون خانم عفت مرعشی چند روز قبل از ثبت نام آقای هاشمی در کنار دادگاه مهدی سخنی گفت که بسیار سخن درستیه. گفت کدوم انتخابات؟ انتخاباتی برگزار نخواهد شد، رأی شمارش نخواهد شد و حاج آقای ما یعنی آقای رفسنجانی کاندیدا نخواهد شد. این حرف خانم عفت مرعشی بود که من به دلایلی فکر میکنم ایشون و خانم فائزه هاشمی رو باید جدا کرد از بقیه خاندان هاشمی به دلیل صراحت هایی که دارن. و غیبت خانم فائزه هاشمی در روز ثبت نام هم یکی از نشانه های مخالفت اون بخش از خانواده بود با اقدام آقای هاشمی. روایت مستندی که هست حرف آقای غلام علی رجایی است که در اتاق بغل نشسته بودیم، 5:30 بعد از ظهر بود، نشسته بودیم بیانیه انصراف حاج آقا رو می نوشتیم طبق خواسته خود حاج آقا. یهو گفتن که آقا جا نمونید که حاج آقا رفتن وزارت کشور و ما را افتادیم پشت سر ایشون و رفتیم وزارت کشور. چه کسی در اون لحظه آخر به آقای هاشمی، یعنی چرا تا اونجا نگهش داشتن و چه کسی در اون لحظه آخر به هاشمی گفت برو؟ این سوال بزرگی، بهش فکر بکنیم. من میخوام بگم که در بیت رهبری مطمئنم حرف آقای غلام علی رجایی کاملا دقیقه. نوشته یکی از نزدیکان مؤثر رهبر گفت مانعی نداره و ما رو افتادیم. مسئله چیست؟ مسئله اینه که اون کسانی که دارن انتخابات رو مهندسی میکنن و کاره یه ماه و دو ماه هم نیست، رصد دارن میکنن و میبینن که از اون جناح مشائی بار احمدی نژاد برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رئیس جمهور با نامزدش راه افتاده به سمت ستاد انتخابات کشور. اگر شما مهندس انتخابات بودید و هاشمی پشت خط بود، به هاشمی چه میگفتید؟ آیا جز این بود که بهش میگفتید برو؟ و هاشمی هم احساس تکلیف و اون همه چیزهایی که راجع به هر حال اعتقاداتشون نوشتن پشت این احساس تکلیف هست. حرف به نظر من همسر خودش رو که 50 چند سال سابقه سیاسی داره، بیش از خود او توی خانم‌های این مسئولین گشته، بیش از خود او مسئولین رو میشناسه، خانم عفت مرعشی، بله. حرف این همسر رو نشنید و با مخالفت او مخالفت کرد و فقط چشم به رهبر داشت. سوال من از طرفدارای آقای هاشمی اینه، این آقای هاشمی اگر آمد حتی به اندازه خانم عفت مرعشی یا فائزه هاشمی هم از حق من و شما دفاع نخواهد کرد، بهش دل نبندید، دوباره دوچار خلأ و خلأ تحلیل نشیم، مثل 76 نشه که از خاتمی انتظار داشتید سوپرمن باشه و وقتی آمد و دیدید که یک قوانینی همچنان باید باشد در جمهوری اسلامی صدای یه عده در اومد و یه عده ریزش کردن. الان به آقای هاشمی لااقل به عنوان منجی نگاه نکنید. بعضی از دوستای ما دوچار کوررنگی شدن، یعنی الان آقای هاشمی رو به عنوان ناجی نگاه میکنن. بله. آقای هاشمی اجازهش رو از آقای خامنه ای نمیگم، میگم از بیت رهبری و بعد نشانه خواهم داد که از کجای بیت گرفت. حتما آقای دادم بیانیه هم که اشاره کردید، آقای هاشمی تو بیانیه به صراحت روشن کرده که علت حضورش هم همونطور که شما گفتید دولت هست و سیاست هایی که دولت آقای احمدی نژاد پیش برده. آقای فتاپور درود میگیم به شما، خوش آمدید به برنامه. من ابتدا این رو توضیح بدم که این دوای یکی دو روز گذشته دهمین سالگرد بنیانگذاری اتحاد جمهوری خواهان در برلین بود، شما مراسمی داشتید اونجا برگزار شد. اون چه که برای من خیلی مهم هست و فکر میکنم بینندگان هم دوست دارن بدونن این که یه بخشی از جلسه شما به خاطر همین اخباری که در شنبه منتشر شد و پیوستن آقای هاشمی به انتخابات و اون همراهی آقای احمدی نژاد با آقای مشایی و بعد سعید جلیلی هم که در همون روز در واقع اضافه شده بوده به ثبت نام کنندگان، بخش عمده از این نشست شما هم تحت شعاع قرار داده. میتونید به ما یک جمع‌بندی بدید که بر شکل در اتحاد جمهوری خواهان چه مسائلی مطرح شد از در این ارتباط به ویژه در مورد انتخابات و چه نکته خود شما با توجه به بحثایی که مطرح شد نسبت به حضور آقای اکبر هاشمی رفسنجانی دارید؟ بله، با سلام به شما.
همونطور که صحبت کردید این هفته دو روز میشه روزهای شنبه و یک شنبه ما همایش 10 سالگی تا جمهوری خان رو داشتیم. البته بحث ما اساساً بر این بود که جمهوری خواهان سکولار دموکرات ایران در این 10 سالی که موفق شدند با هم دیگه متحدتر عمل کنند، تشکیلات درست کردند و تلاش کردند به صورت متشکل‌تر تاثیرگذاری بکنند رو حوادث سیاسی جامعه، چه دستاوردهایی داشتند، چه کارهایی باید بکنند، چطور میشه در جهت همگرایی و همراهی همه نیروهای دموکراسی جمهوری خواه تا خواهان دموکراسی جمهوری خواه و سکولار ایران حرکت بشه. ولی همونطور که شما گفتید در عواص در بهینابین این هم در بهینابین این همایش، خب این اخبار انتخابات طبیعتاً تا حد زیادی مباحث تحت شعاع قرار میده. طبیعتاً همه جامعه ایران امروز به این انتخابات توجه داره و اهمیت این مسئله رو در شرایط خطیری که کشور درش مواجه هستش باش درگیره. مباحثی که در اونجا بود و تناقضی که در این انتخابات این بار وجود داره اینه که این انتخابات از نظر آزاد بودن، از نظر مشارکت نیروهای سیاسی اجتماعی مختلف، شاید بشه گفت بسته ترین انتخابات ریاست جمهوری یک تاله صورت گرفته. یعنی از تمام انتخابات ریاست جمهوری و هر حال انتخابات ها در ایران هیچ کدومشون انتخابات آزاد نبوده. در هر کدوم از انتخابات ها به هر حال بخشی از نیروهای سیاسی شرکت نمیتونستن بکنن، مثل ماها که مثلا حذف شده بودیم، و در نتیجه اون بخشی از جامعه که قبول داشتن این نیروها رو نمیتونن به اینها رأی بدن. در این انتخابات از این نقطه نظر باز هم شرایط منفی تره. یعنی ما در شرایط داریم انتخابات رو برگزار میکنیم که دو کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری گذشته در حصر خانگی هستند و کاندیدایی مثل آقای خاتمی که مورد اجماع اصلاح طلبان هست بهش اعمال فشار میشه، اطرافیانش تهدید میشن و تمام عوامل به کار گرفته میشه تا ایشون رو منصرف بکنه از کاندیدا شدن و کنار گذاشته بشه. یعنی بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی کاندیدای خودشون رو در این انتخابات ندارند. آقای فتوپور، ولی آقای خاتمی، از این نقطه نظر آقای خاتمی و بخش عمده از اصلاح طلبان حکومتی اطرافشون که اومدن از آقای هاشمی حمایت کردن. بله، به هر حال ایشون نتونستن کاندیدا بشن. یعنی منظور اینه که کاندیداهایی که در درون جنبش سبز حضور داشتن و عضوی از جنبش سبز بودن مانع از مشارکتشون شدن کسانی که جدی بودن، من جمله آقای خاتمی. اجازه کاندیداتوری به ایشون در واقع داده نشد. ولی از طرف دیگه همینطور که شما هم در صحبتتون اشاره کردید، ما با یک انتخابات خیلی جدی مواجهیم، به خصوص که این انتخابات داره در یه شرایطی صورت میگیره که مسائل بسیار مهمی جامعه ایران مواجهه و شاید ایران در یکی از وضعیت‌های بسیار خطرناکی نسبت به آیندهش مواجهه. وضعیت این بحران، این تحریم‌های اقتصادی، ضربات سنگینی که به اقتصاد ایران داره وارد میشه، ضرباتی که رقبای ایران در بازارهای بین‌المللی جای ایران رو می‌گیرند و ضرباتی که امروز به ایران وارد میشه، مسائلیه که شاید سال‌ها تأثیراتش بمونه، تازه حتی ممکن اینها تشنج‌ها گسترش پیدا بکنه و ما با دشواری‌های شدیدتری با درگیری‌های نظامی هم مواجه بشیم. و مسائلی که باش وضعیت اقتصادی که مردم دارن، فشاری که مرتب داره میاد، و در این وضعیت مخاطره ما انتخابات بسیار جدی است و اینکه چه موقعیتی پیدا کنن کاندیداها، چه سیاستی داشته باشن و تا چه حد بتونن تاثیرگذاری کنن مورد توجه است. یعنی ما با یک تناقضی مواجهیم. از یک طرف انتخابات خیلی بسته است، بخش بزرگی از نیروها بهشون اجازه شرکت داده نشده، از یک طرف دیگه انتخابات بسیار جدیه. خب سه جریانی که در این انتخابات نیروی اصلی هستند، یعنی طرفداران آقای احمدی نژاد، نیروهای محافظه‌کار یا نزدیک‌تر به آقای خامنه‌ای و فعلا آقای رفسنجانی که وارد کاندیدا شدند و مورد تایید آقای خاتمی و بخش عمده یا تقریبا اکثریت یا همگی اصلاح طلبان قرار گرفتند در ایران. اینا خب هر کدوم سیاست‌های متفاوتی مطرح می‌کنند و به همین دلیل انتخابات بسیار جدی است و باید تا روزهای آینده تلاطم و نکات جدید در این انتخابات مواجه میشه بود. آقای فتاح‌پور، خیلی کوتاه بفرمایید برای اینکه بحث می‌خوام سریع دنبال بکنیم. آقای هاشمی، به نظر شما بخشی از این مشکلات که صحبت کردید رو ادعا می‌کنه ایشون که میاد و بتونه مشکلاتی رو که در 7-8 سال گذشته پیش اومده ایشون برگردونه شرایط رو به وضعیت اصطلاحاً صفر، فکر می‌کنید کوتاه آقای هاشمی چنین قابلیتی داره چنین کاری رو انجام بده؟
ببینید هیچ وقت در سیاست نمیشه یک وضعیت رو برگردون به یک دورانی که گذشته. به هر حال هر تغییری به وجود میاد، ما شرایط جدیدی داریم. آقای هاشمی امتیازی که داره در رابطه با مهمترین مسائلی که جامعه ایران مواجه بوده، در این 8 سال منتقد بوده و مواضعی گرفته که خب در مجموع مواضع مثبت‌تری بوده. ایشون مخالف این نوع سیاست خارجی بوده، این ماجراجویی ها و این صحبت های تند و این موضع افراطی که به خصوص در اوایل این 8 سال اتخاذ شده بعد هم ادامه پیدا کرد، ایشون مخالفتش رو غیر مستقیم یا مستقیم مرتب ابراز کرده و حتی خودشون اگر مستقیم ابراز نکردن، خود آقای خامنه ای مطرح کردن که ایشون با اینکه دوست من بوده، حالا فعلا ما با هم اختلاف داریم و بنده سیاست آقای احمدی نژاد رو ترجیح میدم. خب این یک امتیاز مهم ایشونه و دومین امتیازشون اینه که ایشون در زمینه سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌هایی که پیشرفت همیشه مورد نقد قرار دادن و این سیاستی که بی‌توجهی به توصیه‌های اقتصاددانان بوده و توسط آقای احمدی نژاد پیشرفت و بدون توجه به تأثیر سیاستی که صرفاً در چارچوب یک جلب توجه بخشی از اقشار و بالا رفتن رأی مورد توجه قرار میده و توجه نمی‌کنه به عواقب سیاست‌های اقتصادی که کاملاً دل بخواه باشه و بی توجه به قوانین اقتصادی اتخاذ شده باشه، چه ضرباتی وارد می‌کنه. آقای هاشمی نسبت به این موضوع موضع منتقد داشته و بنابراین در این زمینه‌ها میشه گفت که ایشون سیاست مثبت‌تری رو اتخاذ می‌کنن. در زمینه مسئله آزادی‌های سیاسی و مسائلی که جنبش سبز باهاش به طور مشخص مواجه بود، رأی مردم، ضدیت با تبعیض و این مسائل، من ضمن تایید همراهی با دوستمون آقای راد در رابطه با موضوع تایید احساساتی که نشون دادن در مورد آقای کریمی و آقای مهدوی کیا و بقیه ورزشکارای ایران که با جنبش سبز همراهی کردن و یا همه مردمی که در این جنبش شرکت داشتند، آقای هاشمی خب در آخرین نماز جمعهشون ایشون نسبت به این نحوه برخورد اعتراض کردند و گفتن این سیاست نادرسته و این نحوه برخوردی که داره پیش میره، این هست رو، این فشارهایی که داره میشه، این فشارها و زیاده روی ها نادرسته. به همین دلیل در این سه زمینه آقای هاشمی موضع مثبتتری نسبت به دیگران اتخاذ کردند. آقای فتح‌پور ولی خب با ما باشدین، فعلا کاندیداها معین شدن. بله این سه تا نکته رو داشته باشین چون برمیگردیم باهاتون صحبت خواهیم کرد که قطعا آقای دادوای ملکی مطالبی دارن. آقای ملکی این نکته اگه میشه کوتاه بفرمایید، حالا به بحث هاشمی هم در واقع میشه تو این فضا نگاه کرد، چقدر این احتمال وجود داره که از این دعوا و از این جنگ بین هاشمی و مشایی، از این تقابلی که الان به نظر میاد خیلی ازش صحبت میکنن، یک نیروی سوم دیگری اصطلاحاً کاندیدای حاکمیت باشه، رهبری باشه و او بیاد و انتخابات رو ببره؟ حالا صحبتایی هست در مورد این که الان آقای جلیلی پا به میدان گذاشته، دعواهایی که در درون خود برشک جبهه پایداری بین آقای جلیلی و لنکرانی بودن، چون که به عنوان مرکز تهران و قم ازش صحبت می‌کردن، و از سوی دیگر سپاه که به نظر میاد با آقای قالیباف خیلی نزدیک است. چقدر اعتماد داره که یک گزینه سومی در این زیر داره حرکت میکنه در کنار این دعوای ظاهری که آقای دادم گفتن که ممکنه حضور هاشمی باعث بشه که تمرکز نگاه‌ها به سمت دیگه منحرف بشه؟ بله ببینید، در هر صورت اینکه به نظر میاد تا الان انتخابات سه قطبی هست خب تردیدی نیست، یعنی آقای هاشمی و آقای مشایی دو جریان هستند و آقای به استناد که طیفی که نزدیک هستش به راست سنتی یا به بیت رهبری هم یک کاندیدی رو خواهند داشت. حالا این کاندید آقای جلیلی میخوان باشن که در روز آخر اومدن ثبت نام کردن به صورت خیلی غیر قابل پیش بینی، و یا اینکه آقای قالیباف باشه که میگن رأی‌آورترین گزینه توی اون ائتلاف دو به علاوه یک بوده. اما نکته این هستش که این که یک نفر در میان این دعوای بین به اصطلاح این دو جناح بیاد و ببره، در هر صورت باید یک، اگر فرض بر این باشه که انتخابات یک حدی از سلامت رو داره، یعنی اگر قرار باشه یک شکلی از تعیین رأی بشه و اعلام بشه و اساساً رأی‌ها شمرده نشه و در نظر گرفته نشه، اون بحث دیگه‌ایه، ولی اگر قرار باشه یک با در هر صورت یک صحت نسبی انتخابات داشته باشه، این امر هم خیلی راحت نیست، به دلیلی که در هر صورت هر کدوم این کاندیداهایی که هستن، آقای هاشمی و آقای مشایی و
آقای جلیلی یا قالیباف، اینها هر کدوم یک پایگاه مشخصی از رأی رو میتونن داشته باشن. یعنی به این شکل نیستش که بتونه یک نفر از اون ور از دعوای اینها رأی رو جمع بکنه که معلوم نیست این رأی متعلق به کدوم طیفه. در صد یا رأی متعلق به پایگاه طیف محافظه‌کاران هست، یا رأی متعلق به طیف اصلاح طلبان و تغییرخواهان هستش، و یا رأی متعلق به کسانی هستش که به خاطر مسائل اقتصادی و یا قول و وعیدهایی که در هر صدای احمدی نژاد و طیفشون در مورد بحث یارانه‌ها و کمک‌های نقدی می‌کنن میتونه رأی جمع بکنه. علاوه بر اینها رأیی نخواهد بود، و از این جهت هستش که چون هر کدوم اینها پایگاهی دارن که تقریبا به لحاظ درصد رأی به هم نزدیک هستند، این امر دوم بتونن بفرستن کاندیدشون رو به نحوی و با یک مهندسی به اصطلاح خاصی از آرا، همون کاری که در اصل برای آقای احمدی نژاد سال 84 کردن، اون یک بحث دیگه است. ولی در حسرت اینکه در دور اول بتونن از نزاع این دو جناح سومی بیاد و انتخابات رو ببره اساسا عملی نیستش. آقای داد، شما چنین باوری دارید؟ فکر میکنید که از شکستن آرا در دور اول کسی این وسط ممکنه سود ببره؟ چه جناحی که حالا آقای قالیباف ازش صحبت میشه، یا حتی ورود آقای جلیلی که برای به نظر میاد بخشی از اصولگرایان هم قابل توجه بوده، آقای بابک داد؟ باور من این است که شکست آرا اتفاق میفته طبیعتاً، و رفتن به مرحله دوم بخش دیگری از مهندسی انتخابات بوده در طول این سالها. بالاخره اون کسی که، یعنی مثل 76 نخواهد بود که انتخابات اونقدر یک سره باشه که دو نامزد ناطق نوری و خاتمی وضعیتشون روشن بشه و یهو یک نفر با اختلاف آراء خیلی زیاد بره بالا. در از اون دوره به بعد نامزدها تعددشون به نوعی به خاطر این بود که بشه آراء رو مهندسی کرد در مرحله دوم، کما اینکه دیدیم در سال 84 این اتفاق افتاد، در 88 هم به همین منوال، و حالا به یه شکل دیگری البته در ماجرای به اصطلاح 88 اتفاق افتاد که توی رد صلاحیت‌ها نظر من این هست که بخشی از این نیروها کنار گذاشته خواهند شد و تعدادی از نیروها باقی میمونند که ما الان نگاه هر کدوم از دوستان نگاهشون به همین سه تا جهته، یعنی اصولگرایان طرفدار خامنه‌ای، مشائی که طرفدار دولت هست و دولتی ها، و هاشمی که حالا ما میگیم اصلاح طلبان و کارگزاران و اینها. نگاه به جای چهارمی نیست، یعنی من فکر میکنم که یک بخش چهارمی وجود داره که زاییده خواهد شد بعد از اینکه این گروه ها بتونن همدیگر رو تا حدودی خونسا کنن. اگر هاشمی نیامده بود و این معادله بین مشائی و اصولگرایان بود، وضعیت به سمتی میرفت که راحت‌تر میشد تشخیص داد که و تقلب‌ها رو به راحتی مردم میتونستند ببینند و بسنجند. اما الان با اومدن آقای هاشمی، خب نظام مشکل داره برای اینکه ایشون رو خارج بکنه. شاید رد صلاحیت ایشون به عنوان نمیدونم التزام به ولایت فقیه نباشه، شاید به خاطر سن که امروز روزنامه رسالت هم اشاره کرده باشه، شاید به دلایل دیگری ایشون رو به اصطلاح رد صلاحیت کنند، و یا اینکه رأی ایشون رو در مناظره ها و در مصاحبه ها به حدی خراب بکنند و چهره ایشون رو در بین همین طرفداران نومیدی که فکر میکنند به این ریسمان میشود آویزان شد بشکنند، که آقای هاشمی خودش انصراف بده. آقای داد، ببینید آقای هاشمی یک سوالاتی عذر میخوام جانب. ببینید دو نکته رو الان ادعی مطرح میکنه. این که میگن حضور آقای هاشمی فضا رو ایجاد کرده برای اینکه بخشی از خواستهای اعتراضی رو مردم بتونن دوباره پیگیری بکنن و مطرح بکنن، و حتی پتانسیل این وجود داره که در صورتی که هاشمی همطور که شما میگید یه شکست مفتزهانه رو اگر براش برنامه‌ریزی کرده باشن قبول بکنه، ممکنه یه بخش دیگری اعتراضات شاید در یه سطح حتی کمتر از اون چه که در جنبش صد شاهد بودیم رخ بده. اعتقاد دارید که چرا از این فرصت استفاده نکرد؟ فکر میکنید که اگر حتی هاشمی شکست بخوره، چون آخر هاشمی هست، آخر اصلاحات نه به مفهوم حکومتیش، اون تغییرات، مسیر تغییرات خواهد بود؟ اونایی که این حرفو میزنن حرف منافقانه ای میزنن. ببین اونها بچه ندارن، بچهشون کهریزکی نشده. کسی که میشینه میگه که بذار هاشمی بره، رأی آورد که ما بردیم، رأی نیاورد تظاهرات میشه، مردم یه کارایی میکنند. کدوم مردم؟
حاضر هستند که دوباره بلایی که سال 88 سرشون اومد سرشون بیاد و من و شما سکوت بکنیم و در کنج امنیت و آسایش بنشینیم. نه من و شمایی که تو خارجیم، من و شمایی که در روستا هستیم، شهرستان هستیم. ببینید متاسفانه آقای هاشمی آمدنشون اولا گفتم معادله سیاسی رو به هم زد، معادله برنامه ما رو هم به هم زد تو این میزه گرد، به خاطر اینکه قرار بود راجع به تحریم صحبت بکنیم که چرا تحریم، منتها علاوه بر تحریم ما حالا باید بگیم که چرا اومدن آقای هاشمی بساط تحریم رو هم بی اثر میکنه یا خونسا میکنه یا کم اثر میکنه و به نمایش دموکراسی در جمهوری اسلامی بها میده با حضور بخشی از اصلاح طلبان، بخشی از مردم ناامید از این وضعیت، مردمی که فکر میکنن آمدن هاشمی ممکنه که وضع رو عوض کنه، تحریم ها رو عوض کنه. مردمی که اینگونه فکر میکنید سوال کنید از خودتون، انرژی هسته ای اختیارش دست کیست؟ دست رئیس جمهوره یا دست رهبره؟ اگر اختیارش دست رهبره تحریم ها ادامه خواهد داشت، چون آقای خامنه ای و سپاه تا رسیدن به بمب اتمی دست از انرژی هسته ای بر نمی دارن. بنابراین فکر نکنید اگر هاشمی بیاد فردا دلار 1000 تومان میاد پایین یا 2000 تومان میاد پایین زندگیتون بهتر میشه. این خیالات رو هم دوستان تحلیلگر، دوستان نویسنده نیاید تزریق کنید به مردم و مردم رو دچار یک خوشبینی کاذب بکنید. بله. به خاطر اینکه غرب اصلا مسئله براش این نیست که کی رئیس جمهور بشه، مسئله این است که رهبر چه خواهد گفت و همه اینها در طبقه دوم اتفاق میفته که رهبر نشسته. در طبقه اول یک نمایش دموکراسی انتخابات داره برگزار میشه که رئیس جمهور انتخاب بکنن. توی این انتخابات ما رفتنمون به معنای این است که اولا اون انتخابات قبلی رو قبول داریم دیگه، تمام شد، نامزدهاش در حصر هستن، به ما چه؟ یه عده کشته داد، به ما چه؟ یه عده قربانی داد، به ما چه؟ یه عده هزینه داده داد، به ما چه؟ پذیرفتن بازی جدید خیانت هست. به نظر من آقای هاشمی کاری که کرد اینه که ستادهای ایشون که تشکیل شد، اجازه بدید آقای دهقانپور، به خاطر بچه هایی که قربانی میشوند، من این جمله رو بگم و یک دقیقه مهلت بدید من بعدا کمتر صحبت میکنم. ببینید در ماهیگیری برای گرفتن طعمه که کرم باشه میان یه چیز داغ میکنن توی زمین، کرمها خودشون میان بیرون. متاسفم بگم که در یکی از سالیان پیش در یکی از نشست‌ها یک روحانی به شدت محافظه‌کار یه چنین مثالی رو زد و گفت که هر وقت نیاز بود برای اینکه شبکه‌های مخالفین رو به اصطلاح تخریب بکنیم یک چیز داغ توی زمین فرو بکنیم. به نظر من آقای هاشمی اومد، شبکه های اجتماعی درست میشه، ستادها درست میشه تو شهرستان ها و شناسایی میشن و قربانی میشن و آقای هاشمی حتی به نظر من به اندازه آقای کروبی و آقای موسوی نصف اونها هم به دنبال قربانیان و جان قربانیان و هزینه هاشون نخواهد بود. بله. متاسفم که بعضی ها دارن به اصطلاح سرابی رو نشون میدن از دورانی که من میدونم با آمدن آقای هاشمی رفسنجانی هم تغییری نمیکنه، چون عذر میخوام هیجان دیگه بح. چون وضعیت کشور ما با آمدن رئیس جمهور جدید عوض نمیشه، نظام باید تغییر بکنه و توی غرب مطرحی که میگن نظام های سیاسی مثل پوشک هستن و رزگاهی باید عوض بشن و تو کشور ما 30 چند سال که عوض نشده. آقای ملکی، پذیرفتن بازی جدید خیانت به نظر شما اونطور که آقای داد توصیف کردن؟ ببینید من یه نکته رو بگم، به نظر من آقای هاشمی اومدنش نه ذوق‌زدگی داره نه دلزدگی داره، یعنی دلیل نداره که به نوعی، من این رو میفهمم دغدغه‌ای که آقای داد مطرح میکنه و یک عده‌ای هم یک تصویری از حضور آقای هاشمی میدن که بالاخره حالا ایشون ناجی خواهد شد یا ایشون بیا تغییرات عمده‌ای میکنه. من فکر میکنم هر نه بسیار میشه به نوعی تصویر منفی داد و گفتش که ایشون بیاد همون آش و همون کاسه است و نه اینکه میشه گفتش که وقتی ایشون بیاد تغییرات جدی میکنه. این به نظر من چیزی هستش که شاید نیازمند زمانه. من فکر میکنم بعضی حرف‌های آخر رو نمیشه اول زد.
ببینید آقای هاشمی 20 روز 30 روز دو سه هفته آینده باید شروع بکنه به موضع گیری و مشخص باشه که چه برنامه‌ای داره. ببینید در انتخابات ایران که انتخابات دموکراتیک نیست، آزاد نیست، اما گاهی انتخابات رقابتی است، مثل این بار که دوباره به نظر میاد انتخابات رقابتی هست، اگر انتخابات سالم باشه و یک رئیس جمهوری بیاد سر کار، این رئیس جمهور میتونه یک حدی از اختیاراتو داشته باشه. این قابل انکار نیست. یعنی آیا احمدی نژاد این رو نشون دادش که میشه به نوعی حتی سرکشی کرد، یه کارایی رو کرد، و آقای خاتمی هم بالاخره یک نقش هایی رو داشتش و اینها قسمتی هستش که اونهایی که طرفدار حضور در انتخابات هستن اینها رو عمده میکنن که در صد رئیس جمهور یک چیزی اولش 40 تا 50 درصد نقش توی یک سری مسائل روزمره داره. از این منظر هم هستش که شاید آقای هاشمی اگر بیاد بتونه یک سری مسائل رو به نوع دیگه جلو ببره. درسته که بحث تصمیم گیری هسته‌ای یقینا دست مقام رهبری هستش در ایران، اما اینجوری هم نیستش که در صورت رئیس جمهوری که اون هم با یک کسی مثل آقای هاشمی قدرت خاصی داره در جمهوری اسلامی شناخته شده است نتونه تاثیرگذار باشه. البته میگم اینا همه به این معنا نیستش که در این حال هم یک تصویری ساخته بشه که آقای هاشمی اگر بیاد میتونه خیلی مسائل رو حل کنه به اون شکل سرابگونه ای که بعضیا میارن. البته یه نکته هم هستش که در صد سوال اصلی که برای خیلی ها هستش، برای مخصوصا اونهایی که تردید دارن، یعنی علاقه خاصی به هیچ کدوم این کاندیداها ندارن و به خاطر رسیدن به یک سری مطالباتشون میخوان به آقای هاشمی رأی بدن یا رأی ندن، این هستش که آقای هاشمی چه برنامه‌ای داره، چه چیزی رو میخواد نشون بده. ببینید آقای هاشمی ممکنه در مدتی که پیش رو هستش بیاد و اعلام بکنه که به نوعی اون ایده‌ای که ایشون دنبالش هست میخواد به یک دولت آشتی ملی برسه، اینها باشه، یک دولتی هستش مثل سال 72 فرزن، دولتی که آقای نجفی توش هست، آقای فلاحیان توش هست، آقای ولایتی توش هست، آقای لاریجانی هم توش هست، این همچین دولتی. یا یک موقع هستش که نه، آقای هاشمی ممکنه بیاد در مدتی که در از پیش رو داریم هفته‌های آینده یه نگاه دیگه‌ای بکنه، یک شعارها و یک برنامه‌هایی رو مطرح بکنه که نشون بده که در هر صورت ایشون یک فهمیده که باید یک تغییراتی شکل بگیره با توجه به حالا اون موضع‌هایی هم که داشته. هیچ کدوم اینها رو از الان نمیشه دید. آقای هاشمی هنوز مشخص نیست. از این منظره که میگم میشه منتظر بود و دید اگر آقای هاشمی موضع خوبی گرفت، مطالباتی رو مطرح کردش و به نوعی حاضر شد سر مسئله سلامت انتخابات که دغدغه همه نیروهایی است که مطمئناً بعدها بخوان به ایشون رأی بدن، بالاخره یک بحثی رو مطرح کنه که چگونه میخواد مسئله سلامت انتخابات کنترل بکنه. درسته آقای هاشمی کسی هستش که چندین دوره رئیس جمهور، دو دوره که رئیس جمهور بوده، انتخابات زیادی برگزار کرده، دولت ایشون انتخابات زیادی کرده، بله. و مکانیزم هایی رو داره، اینها رو باید دید و بعد در مورد ایشون داوری کرد. به نظر من آقای هاشمی رو نمیشتوان، نباید خیلی سراب گونه به ایشون نگاه کرد، نه اینکه میشه کاملا نفی کرد و گفتش که ورود ایشون هیچ تأثیری نخواهد داشت. آقای فتاپور، اتفاقی که در همین 24 ساعت گذشته رخ داده این که بخشی از این اصولگرایان، این 2+1، نمیدونم 2+3 و خیلی از این اعداد ارقامی که تون روزا میشنویم، آقای حداد، خیلی ها گفتن که ولایت قالیباف و آقای ولایتی و آقای حداد که تون ائتلاف 2+1 هستن، گفتن که این فضا رو آماده هستن که افراد دیگری رو جذب بکنن در درون اون با ورود آقای جلیلی و بحثی که الان ظاهرا مطرح شده. چقدر فکر میکنید که این ضرورتی که الان حس میشه اینها میخوان برشی، گفتن یک نفر قاعدتا احتمالاً بر سرش به توافق میرسن، علتش حضور آقای هاشمیه یا نگرانی از آقای مشاییه؟ در این انتخابات از این سه جریان اصلی که صحبت میشه، جریان اصلاح طلبا، جنبش سبز یا کارگزاران و به هر حال جریان کردن، آقای هاشمی به عنوان نمایندهشون خواهد بود. خب مشخص نماینده آقای هاشمی است، آقای روحانی یا آقای عارف دیگران یا کنار میکشند یا وضعی نخواهند داشت. در مورد دولت هم همین وضعه، ولی طرف مقابل یعنی جناح محافظه‌کارانی که به رهبری نزدیکتر هستند، اونها دچار تشنج بسیار شدیدی هستند و در تمام این دوره با وجود تاکیداتی شده اصلا موفق نشدن کاندیدای واحد بدن و به همین دلیل این مباحثی که مطرحه تلاش اونهاست که تلاش بکنن کاندیداشون واحد بشه و بتونن رقابت کنن با هر دو کاندید، هم با آقای مشایی هم با آقای رفسنجانی. تا چندی پیش تصور این میشد که آقای ولایتی احتمالاً کاندیدایی که مورد اجماع قرار میگیره، از اون طرف همه صحبت‌ها این بود که آقای قالیباف به انتظادگی نمیپذیره بر مبنای این استدلال که ایشون، یعنی آقای قالیباف، رأی بیشتری داره. خب اینم واقعی است، برای آقای قالیباف امکان رأیش بیشتر از آقای ولایتیه و الان صحبت آقای جلیلی هم مطرحه. خب به دلیل اینکه آقای جلیلی یه مقدار نزدیکتر با جبهه پایداری، یعنی با جریانات افراطی‌تر درون همین طیف، و خب این بحث که بتونن مجموعه اینها رو متشکل بکنن، طرحی که خب
این یک گام به عقب رفتنه و یک تیپ افراطی تری رو اونها میونه میدون خواهند فرستاد اگر این شکل پیش بره. به همین دلیل این هر دو زاویه است. ولی در رابطه با صحبت‌های دیگری که مطرح شد، آیداد به خصوص مطرح کردن، ببینید شما میتونید ابتدا تصمیم بگیرید که تحریم و بعد بر مبنای این تحریم همه یه سری استدلال بکنید که من فکر می‌کنم این کار غلطه. قبل از اینکه ما بخوایم تصمیم بگیریم و صحبت بکنیم که چه سیاستی درسته در این یک ماه، ابتدا باید ببینیم وضعیت چیه، کاندیداها چی میگن و چی می‌خوایم. و در این یک ماه اتفاقات خیلی زیادی خواهد افتاد. شما توجه کنید که 4 ماه 5 ماه قبل از انتخابات 4 سال پیش اگر کسی تصور میکرد که یک چنین نیروی عظیم حول آقای موسوی متشکل میشه و یک چنین حرکتی در جامعه شکل میگیره، تعداد کمی بودن اینجوری تحلیل میکردند. ولی وقتی جامعه به حرکت در اومد و مردم این امکان رو پیدا کردن که خواستهاشون رو وسط بیارن تو میدون، اون موقع نارضایتی هاشون طرح شد و ما دیدیم چه جنبش عظیمی شکل گرفت. در این یک ماه هم خب الان چند مشکل رژیم پیدا کرده. حذف کاندیداها دیگه به این سادگی نیست، یعنی شورای نگهبان نمیتونه حذف بکنه. ما در دور آینده قطعاً از شرایط دیگه‌ای پیش می‌گیره. اگر روال عادی باشه خب آقای هاشمی شانس خیلی بالایی داره. به هر حال آقای هاشمی به همون دلیل که گفتم به عنوان فردی که خواستار تغییره، من با صحبت‌های آقای ملکی موافقم، این تغییر رو باید واقعی فکر کرد تا چه حد امکان داره، ولی فردی که اومده خواستار تغییره، با این چهره اومده توی میدون و این چهره میتونه نفوذ بکنه. بله. ولی از اون طرف هر کدوم از اون دو طرف دیگه هم نقاط قدرتی دارن. آقای مشایی به هر حال دولت در این دوره با سیاستایی که پیش برده، با سیاستای پوپولیستی که پیش برده، تونسته جلوه‌ای بده که خواستار دفاع از منافع برخی از زحمتکشان و برخی از اقشار به خصوص به دلیل سیاست یارانه‌ها تصور میکنن که ایشون بیشتر ممکنه منافعشون تامین کنه، بهشون رأی میدن، رأی داره. به هر حال از اون طرف دیگه، حالا آقای جلیلی باشه یا آقای ولایتی یا قالیباف، عملاً روندی که داره پیش میره نیروهای متشکل نظامی امنیتی، نیروهایی که بسیجن، نیروهای بخش بزرگی از امام جمعه اون طرف خواهند بود و اونا ارگانات تبلیغاتی دارن، تحت فشار قرار خواهند داد. حتما در تبلیغات آقای هاشمی رو به خصوص، آقای مشایی هم به همین شکل از قبل شروع شده، فشار زیادی روشون خواهد اومد و به هر حال اینها هم تاثیرگذاره. یعنی ما با یک انتخابات پرفراز و نشیبی همراهیم که خب به نظر من آقای هاشمی البته خب شانسشون خیلی زیاده. در مورد با اینکه چه کارهایی میشه صورت بگیره، ببینید آقای فتاپور عذر میخوام تصور بکنیم که این سیاستایی که مطرح میشه، آقای فتاپور عذر میخوام وقتمون خیلی کوتاهه، من میخوام اتفاقا چون نکته صحبت کنم، اگر اجازه بدید من واکنش آقای داد بگیرم، چون شما صحبت از این کردید که نباید از الان تحریم کرد. آقای داد ما حدود 1 دقیقه 1.5 دقیقه وقت داریم، شما صحبت از این میکنید از الان بدون گوش کردن به صحبت کاندیدا و تحریم کرد یا دنبال چیزی که به عنوان تحریم فعال ازش صحبت میکنید؟ خیلی کوتاه 1-2 دقیقه وقت داریم. من تحریم فعال رو مطرح کردم، اسمش رو عمدن فعال رو گذاشتم پشت تحریم، به خاطر اینکه ما تا بیاییم این بار مثل حکومت با مشت بسته بازی کنیم. کسانی که فکر میکنید میشود توی این استادیوم رفت و فوتبالی نگاه کرد، این بار با چشم، با مشت بسته مثل حکومت. حکومت الان برای شما مشتش رو باز نکرده که کدام یکی از این کاندیداهاش رو میخواد بر کرسی بنشونه. پس ما هم مراقب باشیم، به جوانهامون بیاموزیم برید در این فعالیت‌های به اصطلاح انتخاباتی و اینها شرکت کنید، مراقب امنیت خودتون باشید، مسائل به اصطلاح دور و برتون رو خوب دقت بکنید، اما تحریم فعال بکنید. یک مثال من میذارم، وارد استادیوم شدیم دیگه، روزی وارد استادیوم شدیم که تیم قرمز که خب مثلا ما مخالفش هستیم مسابقه داره با تیم سپاهان و ما میخواهیم در روند لیگ اثر بذاریم. در اون روز طرفداران آبی میان برای اینکه قرمزها رو تضعیف بکنند لباس زرد سپاهان رو میپوشند، با اینکه شاید یک روزی با سپاهان رقیب باشند، اما میان در جایگاه سپاهان با لباس زرد میشینن و تیم قرمز رو تضعیف روحیه میکنن. از این کارهای روانی و به اصطلاح بازیهای روانی بکنیم، هر نامزدی که انتقاد کرد به نظام رو تشویق کنیم، مطالبش رو منتشر کنیم، اینها میشه تحریم فعال. تحریم به معنای این که از حالا درها رو ببندیم و بگیم به هیچ عنوان رأی نمیدم، اوکی،
ما تا روز آخر لحظه به لحظه رو رصد کنیم و سعی کنیم بازی بدون توپ بکنیم و بازی اونها رو به هم بزنیم، تعادلشون رو به سمتی به هم بزنیم که شبیه آمدن هاشمی رفسنجانی به عرصه تعادلشون به هم بخوره. اما روز آخر یادمون باشه آیا چیزی تغییر کرده یا نه، اگر کرده بریم رأی بدیم. آیا خونخواهی شده از قربانیان انتخابات قبل یا نه؟ بله. اگه شده بریم رأی بدیم. آیا نامزدهای دوره قبل آزاد شدن؟ اگر بله بریم رأی بدیم. آیا میپذیریم که در این نظام دموکراسی رخ خواهد داد حتی به شکل نسبیش؟ اون موقع بریم رأی بدیم. من میگم تا اون روز به هیچ کیم نگیم که نمیریم یا میریم، تحریم میکنیم یا نمیکنیم، کار خودمون رو بکنیم، زیرک باشیم و چشمانمون رو باز بکنیم، به خصوص مراقب جوانامون باشیم که قربانی نشن. ما کم قربانیان عالی مقام در بین جوانامون ندادیم. بس. سپاسگزارم از شما آقای داد. آقای ملکی، آقای فتاپور، امیدواریم که در برنامه‌های در طول انتخابات داریم فرصت باشه بیشتر با هم صحبت بکنیم که قطعا شما هم نکاتی رو دارید برای طرح و با شما بیشتر در ارتباط خواهیم بود. سپاسگزاریم از آقای مهدی فتاپور، بابک داد و عمار ملکی. تا افاق سه‌شنبه. انگشت‌ها بالا، چشم‌ها دوخته به دست نگهبان آشپزهایی که شورش را در می‌آورند. میگوید آشپزها رد صلاحیتم کنند، در آششان گریه میکنم. این دستمال برای چیست؟ پاک کردن عرق مصلحت یا ورق اصلاحات؟ میگویند ناجی آمد، معلوم نیست ورود ممنوع آمده یا با مجوز تردد محدوده ممنوعه رهبر. دوگانه مقاومت سازش هم جاده خاکی انتخابات را غنی سازی کرد، از فردوی قم تا تهران. و دو به علاوه یک شد پنج به علاوه یک، یا همان مهندسی تحریم فعال آرای باطلی خودمان.